نامه یوسف، نامه یوسف به زلیخا رسید، دست خط قیس به لیلا رسید، قاصد وامق بر عذرا رسید، نامه رسان جان به لب ما رسید، نامه رسان نامه من دیر شد، کودک ول گرد فلک پیر شد. من خیلی خوشحالم که آقای شجاعی شما رو یک بار دیگه بعد از سالها میبینم. شما ماشاءالله تغییر نکردید. من خدمت همه بیننده های عزیز و هموطنان خوبم، هنردوستم، سلام عرض بکنم و تشکر از اینکه فراموش نمی کنن تدارک و تهیه این برنامه را هم به هم خبر می دهند و هم پرویز قیاسیان تهیه کننده با سابقه و ارزنده مملکتمونو که تداعی یادگار گذشته است حمایت می کنن و روز موعود برنامه‌شو تماشا می کنن. من می خوام ببینم که شما در چه حالی زندگی می کنید، چه مدتی هست که از ایران به هامبورگ اومدید و کلن برنامه های هنریتون در چه حال روز هست، کلن آهنگ های جدید می خونید، ترانه جدید دارید، کنسرت اجرا می کنید و اون چی که واقعا در اطراف کار هنری دور می زنه یه مقدار برای دوستان بیننده بگید. عرصیبت که من بارها که در خدمت هنر دوستان در هر گوشه ای از جهان بودم گفتم که دیگه باید بچه های ما یواش یواش برای شما آواز بخونن، ولی خب چه بشه کرد، به هر تقدیر ما اگرچه بازنشسته هم شدیم در راه موسیقی و باید جوانترها رو راهنمایی بکنیم که در خدمت شما باشن، از اونجایی که به هر حال فاصله ای بین هنر و ما و شما به وجود اومد، ما هنوز به خاطر یادگارهای گذشته شما باز هم آواز میخونیم. اما چیزی که برای من خیلی مهم و جالب هست این است که در شرایط فعلی مملکتمون هم موسیقی خوشبختانه رو به بهبود و رو به وضعیت عالی تری پیش میره. به هر حال آقای قیاسون، شما که خودتون معلم موسیقی بودید و از نوازنده های به نام کشور منم هستید، شما در کنار اینکه آهنگ های بسیار زیادی در کشور ساختید و ملت ایران این آهنگ ها رو ازش خاطره خیلی زیاد دارن برای کل خواننده های بزرگ کشورمون، شما باز هم مسئله آهنگسازیتون رها نکنید و اکتفا به تهیه برنامه نکنید، جوانترها رو راهنمایی کنید و دستگاه ها و ردیف های اصیل موسیقی رو بهشون آموزش بدید. این تقاضای من. بله، من خیلی از شما متشکرم. شما فکر کنم که بدونید ما به اندازه کافی گرفتاری کاری برای خودمون درست کردیم. الان مسئله پخش تلویزیون در برلین هست، مسئله پخش برنامه‌های تلویزیون یک در هامبورگ هست و دلم میخواد که بازم واقعا فرصتی پیش بیاد که بتونم چند بیت شعری بنویسم یا احتمالاً آهنگی بسازم. این انشالله اون فرصت پیش خواهد اومد و این کار خواهم کرد. آقای شجاعی، من شما خیلی متشکرم. مرسی. من هم از همه شما تشکر میکنم. تقاضا دارم پرویز قیاسیانو و همکارانشون یاری کنید. اگر ایرادی در برنامه ببینید بفرمایید، ما صحبت زیاد داریم ولی بدونید که مجموعه صحبت‌های ما سازندگی ایجاد میکنه و ما باید موجودیت خودمونو در این گوشه ای از جهان ثابت کنیم و ثابت خواهیم کرد که ما زنده ایم و تدارک برنامه‌مون هم اگر امکانات به اون بدن در حد اینها میتونیم برنامه زیبا و با کیفیت تقدیم شما عزیزان کنیم. مردم
که منو اسیر کرد، جوونی مو از دم گرفته می دلم پیر کرد، خدا گرفتارش کنه اون که منو اسیر کرد، جوونی مو از دم گرفته می دلم پیر کرد، کبوتری میاشی اون دور حرم می گردم، گناه به من چی بوده بگو خدا چی کردم، بگو خدا چی کردم. بگو خدا چی کردم، بگو خدا چی کردم.